بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 4. اراده به بود و نبود یا کفر و ایمان. کفر و ایمان دو تا از محوری ترین و جهانی ترین مفاهیم مذاهب توحیدی هستند و در فرهنگ عامه مذاهب بشری کفر مترادف با انکار وجود خدای یگانه است و ایمان هم به معنای تصدیق چنین خدایی. ما بقی ارزش‌ها و مفاهیم دینی بر مدار این دو امر قرار دارند و تغذیه می‌شوند. کفر و ایمان در وهله نخست دو ویژگی ذهنی و اعتقادی هستند که در قلمرو بیان آشکار می‌شوند و در عرصه اعمال به اثبات می‌رسند. ولی به تجربه معلوم شده که تقریبا هیچ کس خودش را کافر نمی خواند، چه در بیان و چه در باور خصوصی خود با خودش، و این یک امر بدیهی است و دال بر ذاتی بودن دین و حضور خداوند در ذات بشر است. بشر در طول تاریخ کلی و تاریخ عمر خودش به تدریج این حق را در ذات خود در می یابد و می خواند. البته این ادراک و خانایی در قلمرو بیان و روابط اجتماعی و آموزه ها تقویت می شوند و پیچیده تر می گردند. پس می توان گفت که ایمان امری فطری است، ولی ندین به عنوان مجموعی از آداب و اعمال. اعمال و آداب مذهبی اساساً از بیرون به فرد بشری القا می شوند که البته بدون ایمان فطری به فعل در نمی آیند. بدون تردید ایمان هم درجات و قوت‌های گوناگونی دارد و به همان میزان از تعالیم بیرونی اثر می‌پذیرد و نیز بر سایر انسان‌ها اثر می‌نهد. پس کفر چیست؟ کفر به معنای جنگ با ایمان باطنی و فطری در خیش است و لذا انسان‌های کافر موجوداتی جدلی و متشنج و بیقرارند و در نقطه مقابل آنهایی که تسلیم ایمان فطری خیشند در واقع تسلیم ذات خیشند و با خود در صلح می باشند و لذا آرامند و با سایر مردم هم در درجات صلح قرار دارند. کفر و ایمان در قلمرو به تن و روان و اعمال بشری به معنای دو نوع کاملا متضاد از رابطه با جهان و جهانیان است. جنگ و صلح، انکار و قرار. کسی که با خود و جهان و جهانیان در صلح است، بدون شک در جهان هستی کسی یا چیزی را درک و باور کرده که او را دوست و حامی مقتدر و عالم و مطمئن می‌داند و این همان خدا باوری است. پس آرامش و صلح و تسلیم و رضا بدون خدا باوری در جهان ممکن نیست. باور به خدایی که حاکم بر کل جهان و جهانیان است و هر که او را باور و اطاعت کند مورد حمایت کامل او خواهد بود و هیچ خطر و ضرری او را تهدید نمی کند. این یک باور و درک ذاتی است که فراسوی هر علت و استدلال در اعماق ذات مؤمن حضور دارد و عمل می کند. ایمان به معنای باور ذاتی به جاودانگی است. جاودانگی وجودی که میرا و نابود شونده است. پس ایمان یعنی باور به هستی نیستی است، به بود و نبود. این همان خدا باوری است، زیرا اگر آنچه که نابود می شود هستی جاوید می یابد و اصلا نابودی امری کاذب و خلاف واقعیت است، پس آنچه هم که نابوده به نظر می رسد دارای هستی جاودانه است و هرچه که نابوده تر است هستی دارتر و جاوید تر است و به گوهره وجود نزدیک تر است و هیچ معنایی چون خدا مترادف با نیستی نمی باشد. زیرا طبق تعریف دینی خداوند مطلقاً در قلمرو به ادراک محسوس و تصورات بشر نمی گنجد و آنچه که در درک و تصور و توصیف نیاید همان عدم است و لذا خدا باوری همان عدم باوری است. باور به این که آنچه که مطلقا نیست همان هستی مطلق و جاوید است و آنچه که در قلمرو ادراک و محسوسات دارای هستی است به نابودی نزدیک تر است. پس ایمان یعنی باور به هستی نیستی و نیستی هستی و این همان توحید است.
پس ایمان به لحاظ معنا دارای ذاتی توحیدی است و هستی و نیستی را امر یگانه می داند. پس ایمان همان باور ذاتی به یگانگی بود و نبود می باشد. یعنی توحید فقط در قلمرو ایمان ذاتی و قلبی و نه ذهنی و استدلال قابل حصول و ممکن است و در هر انسانی نیز وجود دارد. بدین لحاظ می توان انسان را حیوانی دانست که بود و نبود را درک می کند و این دو را یکی می داند. این دانستگی ذاتی و فوق علیتی است. انسان حیوان مؤمن بر نیستی است، یعنی در نیستی احساس ایمنی می کند. مؤمن یعنی کسی که در نیستی احساس هستی دارد و در هستی احساس نیستی می کند. پس کفر امری تصنعی و ارادی و عمدی و کاذب است و لذا کافر هم انسانی کذاب و ریاکار و منکر واقعیت است، زیرا واقعیت محسوس جهان را هستی جاوید می خواهد، در حالی که واقعیت ها مستمرن در حال تغییر و تباهی و نابودی هستند و لذا او می خواهد این نابودی هستی را منکر شود و لذا دروغ می گوید و ریا می کند و با واقعیت در ستیز است تا نابودی را انکار کند. این همان نابودی دنیاست و دنیا پرستی کفر به همین معناست که نابودی دنیا را انکار می کند. دنیا همان نیستی هستی است و آخرت هم هستی نیستی می باشد. نبود بود و بود نبود. و ایمان یعنی باور به چنین دیالکتیک مطلق و عظیمی. آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این است ایمان. و کفر یعنی آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست. ولی چنین باوری برای انسان مطلقاً محال است. ولذا کفر واقعیت را نفی می کند، زیرا واقعیت خلاف این امر است. انسان نمی تواند بر این اساس زندگی را لحظه ای تحمل کند. چون این باوری فقط در قلمرو نیهیلیزم فلسفی و فلسفی نیهیلیزم پدید آمده است و پیروانش همواره در آستانه خودکشی و جنون قرار داشتند. ولذا انسان کافر انسان غیر واقعی و جنون آمیز و خودفریب است و مستمرن در حراس نابود شدن قرار دارد، زیرا در نابودی هستی جاوید را باور نمی کند، یعنی نمی خواهد باور کند، زیرا برخلاف اعمال و امیال کافرانه اوست. زیرا انسانی که هستی را در نیستی و نیستی را در هستی می داند و باور دارد و با آن ستیزی ندارد، بایستی از هستی محسوس درگذرد و انسانی با تقوا و با گذشت باشد، نه حریص و بلعنده و دنیا پرست. آنچه که انسان را کافر می کند همین حرص و دنیا پرستی و مالکیت پرستی است. پس واضح است که انسان هرگز نمی تواند کاملا و تماما کافر باشد، وگرنه لحظه ای قادر به ادامه حیات نیست و از هول و حراس نابودی نابود می شود. به همین دلیل کفر یک تلاش تصنعی و کاذب است و همان جدال انسان با جاودانگی خیشتن است در حین مرگ و فنا. نفس دنیا پرستی موجب چنین جدال و تناقض می شود. پس واضح است که چرا کافری صادق ممکن نیست و کافران غرق در ریاکاری و خودفریبی هستند. کسی که حیات پس از مرگ و معاد و خدا و توحید را انکار می کند، در واقع کلن تلاش و حیات دنیوی خود را نیز محکوم به نابودی می یابد و لذا مجبور است برای فرار از این نابودی خود را دیوانه سازد و ادراک خود را فلج سازد تا نابودی را فراموش کند. لذا شدیدترین کافران هم برای ادامه حیات کافرانه خود مجبورند در تنهایی و خلوت خیش حیات جاوید را تصدیق کنند، یعنی نادیده را دیدنی بدانند و نابوده را بودنی بخوانند. به لحاظ منطقی ایمان محالترین واقعه در عالم وجود است و حیرت آورترین باورها. ایمان به لحاظ منطقی کمال دیالکتیک است و لذا فقط مؤمنین کاملند که به قلمرو خرد ورزی و حکمت وارد می شوند و اعماق جهان را می شکافند و ذات یگانه را می یابند. خدا باوری و ایمان
همان نابود باوری است و لذا یک مؤمن مجبور است که قلب هستی را بشکافد تا به نیستی ذاتش برسد، تا در آن نیستی به هستی جاوید که خداست برسد. مؤمن بایستی از عدم وجود یابد و این کاری خدایی است و لذا مؤمن از اسماء خداوند آمده است. پس مؤمن بودن مقامی الهی است و مؤمنان واقعی و کامل بسیار اندک است. مؤمن مخلص کسی است که عرش نیستی را در خود یافته و بر آن قرار گرفته است و از نیستی خود هستی یافته است و این است معنای انسان موحد و یگانه شده. و فقط در قلمرو به تقوا و معرفت نفس است که انسان هستی خیشتن را این نیستی میابد و بر این نیستی قرار میگیرد تا از آن هستی بیافریند و وجود یابد. این است وجود انسانی. ایمان در معنای نهایی یعنی ایمان به تنهایی و فقر و فنا. این همان اعتماد به خداست. ایمان حاصل واقع نگری است و به لحاظی حاصل جبر تباهی و نابودی انسان در جهان است. پس کافران انسانهایی ایدئالگرا و خیال باف و فریبکارند که نابودی خود در جهان را منکرند و لذا مرگ را باور ندارند و از آن در حراس بلا وقفه هستند. آن که نابودی و مرگ خود را در دنیا باور می کند، این باور اساس ایمان او به هستی پس از مرگ و فنا می شود. به بیانی دیگر، کفر تلاشی برای پرستش نابودی و پوچی پرستی است، ولی تلاشی مذبوحانه و ناکام است و هرگز در روان آدمی ممکن نمی شود. انسان اگر به راستی بتواند نابودی را بپرستد، این پرستش منجر به درک هستی از نیستی می شود. نابودی قابل پرستش نیست، زیرا واقعیت ندارد و ممکن نیست. خدا پرستان واقعی در حقیقت فنا پرستانند و فنا پرستی به لحاظ قدرت روانی مقامی بس عالی و معجزه آساست و مقامی برتر از این برای نفس انسان ممکن نیست. خدا پرستی و فنا پرستی در قلمرو به نفس و اعمال بشری در حیات دنیا همان پرستش فقر و درد و تنهایی و شکست و ناکامی هاست، زیرا اینها عوامل و مجاری درک و تجربه نابود شدن هستند و راه رسیدن به هستی مطلق و یگانه که همان خداست. انسانیت و هستی ویژه انسان چیزی جز حاصل تجربه و درک مجاری و مراحل نابودی در این دنیا نیست. فقر حاصل تقوا و پاکی موجب تنهایی می شود و تنهایی قلمرو به کشف عدم خیشتن است و عدم آن گوهری ذاتی و دست مایه خلقت انسان است و همان ذات خود به خودی آدم است. انسان تا بر جایگاه عدم خیشتن قرار نگیرد طالب وجود نمی شود و وجود انسانی نمی یابد. این وجود همان خداست. عدم آستانه وجود است و انسانی که از این آستانه برمی خیزد و رخ می نماید چیزی برتر از وجود و عدم است. این همان است که خداوند او را جانشین خود می کند و محبوب خود قرار می دهد. مقصود از خلقت انسان وجود نیست، زیرا وجود از ازل موجود بود و همان خدا بود و خداوند قرار نبوده که شبیه خود و همتایی برای خود بیافریند، بلکه می خواسته که چیزی برتر از وجود پدید آورد. این است مقصود خدا از خلقت عالم و آدم و این مقصود همان عشق است که فراسوی بود و نبود است، که بود و نبود به مثابه دو بال پرواز اویند و انسان بی معرفت هرگز این راز را در نمی یابد. عشق تماما نور معرفت است، معرفتی که از یگانگی بود و نبود برمی خیزد. خداوند انسان را برای عشقش آفرید. آن که عاشق نیست انسان نیست و چون این انسانی همان خدای عرصه خلقت است. این خدا برتر از وجود است.